سلام دوستان برای خود من خیلی جالب بود ببینم این قوانین جدید مهاجرتی که در موردش صحبت میشه قرار تو فنان اعمال بشه چی هستش چه حالا چه افرادی رو شامل میشه و نشستم در موردش خوندم گفتم شاید بعد نمیشه یه ویدیو تهیه بکنم برای شما و در مورد این قوانین جدید صحبت بکنم حالا قبل از اینکه اصلا کلا شروع بکنیم حتما حتما یادتون نره سابسکرایب کنید اگه تا رو سابسکرایب نکردیم و ویدیو رو هم در انتها اگه دوست داشتید لایک کنید قبل از اینکه این تغییرات رو بخوام بگم یه سری چیزها یه دو نکته حالا من توی این گروه های فیسبوکی که حالا ایرانی ها هم زبون ها و هستن من دیده بودم که برام خیلی جای سوال بود گفتم بعد نیست بیام نظرمو در مورد اینا بگم نکته اول تو این گروه های فیسبوکی من دیده بودم یه سری اومده بودن از این راست های افراطی و دولت جدید فنلاند و اینا هم زبانانمونا حمایت کرده بودن حالا به دلایل شخصی ببینید تو همون ماه اولی که دولت جدید شکل گرفت سه نفر از حالا کابینشون از کابینشون گند نجات پرستیشون در اومد حالا اونم تو فنلاندی که همه محافظه کار هستن اصلا, اصلا سعی میکنن همیشه حواسشون به گفتار و رفتارشون باشه تو شبکه های اجتماعی پست نمیذارن دوستای من تو فیسبوک هم دوستای فنلاندی سال یه دونه هم مثلا حتی واکنش هم نشون نمیدن لایک و نمیکنن حالا فکر کنید تو این وضعیت گند سه تاشون از نجات پرسی در اومده که میخوام بگم اون سه تا چی گفتن و چی هست جریانشون مورد اول وزیر اقتصاد بود تو سال 2016 حالا من نکاتم یادداشت کردم یعنی اینجا هستش جلوم که چیزی از قلم نیفته تو سال 2016 تو یه مسیج به دوست دخترش گفته بودش که من ترجیح میدم به جای اینکه حجاب و من بکنم اونهایی که با حجاب میان و من بکنم و بعدها برای حالا بچهش رو میخواستن یه اسم انتخاب بکنن که همسرش یه اسمی پیشنهاد داده بوده و اون گفته بوده که ما نازی ها از این جور اسم اصلا دوست نداریم اون موقع سی سالش بوده و عضو پارلمان حالا فنلاند بوده این مورد اول بود یکی دیگه از وزیرا اومده بوده حالا به شوخی سلام هیتلری داده بوده توی جمع نئونازی اومده بوده گفته بوده خاستار سخت جنین توی آفریقا هستش برای اینکه مشکل آب و هوا حل بشه مورد بعدی وزیر دارایی فنلاند بوده این که این خیلی اوضاعش خیت بوده و حالا من از رو میخونم که چیزی از قلم نیفتاده توی بلاگی کامنت هایی نوشته بوده بارها از توهین نجات پرستانه فنلاندی علیه سیاه استفاده کرده بوده مردم ترکیه رو با عبارت تحقیرامیز میمون توصیف کرده بوده و گفته بوده آیا افراد همفکر و حالا روشنفکری تو شهر وجود داره که یه روز خاص پاشیم بریم کودکان سیاپوس رو مورد ضرب و قرار بدیم یکی حالا اومده به شاکی کرد شاکی بوده توی همون کامنت نشه بودن که جوانان مهاجر مثلا تو قطار شکایت کرده که زیاد هستن و اینا و این خانم گفته بود اگه به من اسلحه میدادن اجسادشون رو تو قطار جسداشون رو تو قطار میدیدید خلاصه اینکه هموطن هم زبان حالا من نمیدونم نگران چی هستی از این حالا اینکه راست افرت بیان بعضی میگن حالا جای ما داره تنگ میشه ایرانی داره زیاد میاد افغان داره زیاد میاد حالا یه سری ها میان میگن آقا مفخور زیاد شده آره بعضی ها هستن کار نمیکنن متاسفانه میان مثلا حالا دنبال فقط گرفتن بنفیت هستن همه اینا هستش ولی اینا باید در نظر بگیرید اگه اینا پا بگیرن و یه ذره اگه دست و پا بگیرن شکوفا بشن طرفداراشون ممکنه برای شما و خانوادهتون و بچه هاتون پس برای تو خیابون باعث آزار اذیت اینها بشن و بهتره یه مقدار به این قضایا هم فکر بکنید در کنار حالات دلیل شخصی که دارید نکته بعدی که باز تو این گروه های فیسبوکی دیدن و حتی بعد از مهاجرت ما یه سری کامنت نوشته بودن که نمیدونم دولت فنلا محبت کرده به و چجوری میخواستی جبران کنید و این رسمش نبود و این حرفایی که حالا تو گروه های فیسبوکی هم زیاد هستش ببینید این طرز فکر کاملا غلطه یه ذره اگه فکر بکنید میبینید که دولت‌های غربی حالا با تمام توجه و تمام گندهایی که حالا توی کشورهایی که حالا همه مهاجرینش دارن میان زدن و حالا منتهایی که میذارن از روی خیرخواهی و حالا انسان دوستانه مهاجر حالا از هر نوعش، کاری دانشجویی پناهندگی قبول نمیکنن یعنی تا نیاز نداشته باشن یه پنی هم کف دست من و شما نمیندازن مثلا همین اسپانیا خب به نظر بازار کار ریت بیکاریش بالاست مهاجری نمیگیره اگه بیا پاشه بیا اینجا باید بیکار باشی بهت هیچ بینفیتی هم نمیده فنلان خب این مهاجرین هستن که اون ریت افزایش جمعیت فنلان رو مثبت نگه داشتن یعنی اگه مهاجرین کم بیان کم بشن ریت افزایش جمعیت فنلان منفی میشه و به خاطر همین نیاز هستش که دانشگاهش حالا تا زمانی که 2010 2011 اون موقع رایگان بود بعد اومدن پولیش کردن که دهن مردم چه بنم باز بورسیه میدادن که دانشجو بیاد به قول بعضی میگن از این دانشگاهاشون استفاده بکنن نه اینا اگه نیاز, نیاز نداشته باشه دوست من هیچ هیچ کاری برای من و شما به عنوان یه مهاجر انجام نمیدن و الان هم دارید میبینید که حالا اومدن دیدن بدهی ها بالا رفته اوضاع مالی خوب نیست به خاطر جنگ اوکراین حمایتایی که دارن میکنن حالا عضو ناتو شدن بعد یه سری پولا بدن به ناتو اینها الان اومدن دیدن کفکی داره به ته دیگ میخوره دارن شرایط رو سخت میکنن بعدش هم اینکه خب شما بعد فارغ التحصیل به زور به هزار بدبختی میری کار پیدا میکنی کار میکنی صنایعشونو رو میشه خونی بعضیا فکر میکنن مثلا حالا حقوقی که میگیرن تازه حقوقی که به مهاجر میدن متصونه کمتر از افراد حالا غیر خود فنلاندیا هستش همه اینا هستش مننت میذارن سرمون دونسته مننت میذارن مهاجر قبول میکنن بعد حالا میای مثلا این میایم مثلا یه سری از مهاجرین مثل از همزبون ها روی سر همدیگه هم منت میذارن این خیلی خیلی جای تعمل داره و اینکه حالا باسه اونایی که شاید این ویدیو اولشون ما رو نمیشتاسم ما خودمون دانشجوی رفتیم و تا دو روز آخری هم که فنلان بودیم داشتیم مالیات به دولت فنلان میدادیم این فکر رو نکنه که مثلا من الان در دفاع از خودم دارم این حرفا میزنم نه حالا بریم سراغ تغییرات ببین دولت فنلان گفته که 6 میلیارد یورو رو میخواد تا 4 سال از خزینه هاشو کم بکنه و حالا داره یه سری سختگیری هایی میکنه که من حس میکنم یه مقدارش نگرانی از وجود روزها تو فندان هسته میخواد این نگرانی ها رو کمتر بکنه و خب هزینه ها رو از طریق مهاجرین فشار بودن به مهاجرین کمتر بکنه این قانون برای کسایی که حالا تو فندان الان مثلا 3 4 ساله هستن و یا حالا اینایی که تو پروسه اپلای بودن یه مقدار دست و پاگیر میشه و یه مقدار واسه اونها رو تحت فشار قرار میده ولی مثلا افرادی که حالا سال دیگه بخوان مهاجرت بکنم به فنلان دیگه دونسته میدونن که آقا قانون فنلاند اینه مثلا خود من 2010 رفتم مثلا نمیدونستم مثلا سال قبلش قانون مثلا شهروندی و تابعیت و حالا پرمننت رزیدنت پرمیت و ایناش اصلا چی هستش مهم نبود واسم که قبلش چه اتفاقی افتاده و متاسفانه اونایی که الان تو فنلاند هستن یا تو در حال اقدام واسه فنا هستن و تحت تاثیر قرار میده و این باید بدونید همیشه این ریسک هست که شما هر کشور دیگه ای هم برید ممکنه قوانین مهاجرتیش تغییر بکنه این خیلی بده آقا واسه مثلا ما که حالا یه برنامه ریزی میکنیم مثلا میگیم حالا مثلا میرم 4 سال 5 سال اونجا هستم بعد پاسپورت هم میگیرم میرم یه جای دیگه یه مقدار بده ولی این ریسک همه جا وجود داره مثلا الان آلمان میگن راحت کرد. سال بعد مثلا یهو میبینی مثلا سختش می‌کنه. میبینی نیاز نداره سختش میکنه اینم باز برمیگرده به همون قضیه که میگم آقا اینا از خیلی خیرخواهی و انسان دوستانه ماجرا نمیگیره، ارو نیازشونه. اینم یه مهر تایید به حرف من. تغییراتی که قرار حاصل بشه، یه فایل 88 صفحه‌ای هستش که من لینکشو می‌ذارم زیر توضیحات همین ویدیو که میتونید روش کلیک کنید و اگه حوصله دارید برید بخونید. یه قسمت آخرش مربوط به مهاجری میشه. و حالا تا زمانی که من دارم این ویدیو رو آپلود می‌کنم، این لینک کار می‌کنه. این لینک از طرف من نیستش، حالا خود فکر کنم دولت فلان قرار داده. حالا اگه کلیک کردین کار نکرد، بدونی که اون فایل حذف شده. در رابطه با پناهنده ها اومدن گفتن که حالا من رو میخونم که چیزی نظر نیفته گفتم ما بر اساس حقوق بشر رفتار میکنیم یه سری از این توضیحات ولی به طور خاص چیزی که من متوجه شدم تمام اولویت رو دادن به اوکراینی ها حالا قوانینی که حالا یه سری قوانین خود ایو در مورد پناهنده ها اینا گفته اینها سعی کردن مینیمم حالتش رو در نظر بگیرن اومدن گفتن که سهمیه پناهنده ها رو از 1050 نفر به 500 نفر در سال کاهش میده بعد گفتن که افراد مقیم فنلاند بدون مدارک مناسب فقط به خدمات فوری اجتماعی و بهداشتی دسترسی خواهند داشت یعنی خدمات دیگه اصلا بهشون نخواهند داد بعد گفته سیستم پناهندگی فنلاند کارآمدتر و کیفیتش بهبود خواهد یافت متقاضیان پناهندگی رد شده در اثر وقت به کشورهای مبدع خود بازگردان باز می‌گردند. اصل عدم اخراج رایت خواهد شد دولت تضمین خواهد کرد که روند پناهندگی به کانالی برای کاریابی و مهاجرت نیروی کار تبدیل نخواهد شد یعنی چی یعنی اون متقاضیانی که رد شدن پناهندگیشون حالا سریع اخراجشون میکنن و اجازه کار تحت هیچ شرایطی نخواهند داشت یعنی حتی بگردن دنبال کار کار پیدا بکنن اجازه نمیدن که اون کار بکنه و فشار میارن به کارفرماها اینان هم گفته که حتی اگر در طول پروسه پناهندگی شغلی به دست بیارن باز باش مخالفت خواهد شد یعنی دارن پروسه پناهندگی رو چک میکنن اگه کار پیدا بکنه اجازه نمیدن کار بر سر کار حالا بریم سراغ دانشجوها گفته که دانشجوها بعد فارغ اون فقط یک سال میتونن تو فنلاند بمونن ظاهرا الان دو سال بوده که میخوان بکننش یه سال گفتن که مهارت زبان رو حتما برای اقامت دائم باید داشته باشه یعنی تا الان شما اگه میخواستین اقامت دائم بگیرین پرمننت رزیدنت پرمیت بگیرین نیازی نبودش زبان بدین ولی مثل اینکه اینو میخوان اضافه بکنن بعدش اومده گفته دانشجوها در حین تحصیل فقط 25 ساعت در هفته اجازه کار دارن مثل اینکه الان 30 ساعت بوده حالا دو تا درخواست دیگه هم حالا به غیر از تو این فایل من حالا به صورت شورتس توی یوت کانالم گذاشته بودم اومده گفتن که دانشجو حتما حتما باید هزینه تحصیلشون رو از قبل داشته باشن نمیخوان دیگه هیچ هزینه ای به دانشجوان خارجی بدن خارجی منظور غیر اتحادیه اروپا است ایرانی ها حالا و آسیا یا اینا و گفتن که حتما باید هزینه ها رو از قبل داشته باشن احتمال خیلی زیاد روی بورسیه هایی که واسه مقطع لیسانس و فوق لیسانس میذارن تاثیر منفی بذاره و اینکه گفتن که آقا به دانشگاه گفتن که دیگه باید اپلیکیشن فی بذارن حالا میزانش هنوز نگفتن ولی گفتن برای بررسی مدارک وقتی حالا شما الان اپلای بکنه واسه دانشگاه ازتون پول نمیگیرن ولی حالا میخواین قانون رو بذارن که اگه کسی که درخواست داده حتما مثل بعضی از کشورها که اپلیکیشن فی میذارن اپلیکیشن فی بذارن یعنی به هر حال همه جوره دارن سعی میکنن که هزینه ها نه تنها کاهش بدن بلکه یه جوری پول هم به دست بیاد بعد اومده گفته که تصمیم دارن هزینه های حالا شهریه های دانشگاه رو هم افزایش بدن حالا نکته ای که نوشته بود نوشته بود توی مؤسسات آموزش عالی فنلان طبق وزارت آموزش و فرهنگ در مجموع حدود 13 هزار دانشجو از خارج از منطقه اتحادی اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا تو سال 2022 وجود داشت که ده هزار نفرشون مشمول شهریه بودن یعنی سه هزار نفر مش... شهریه نمیدادن حالا احتمالا میخوان اونان هم سختتر بگیرن حالا ببینیم چه تغییراتی توی گرفتن اجازه اقامت دائم و حالا تابعیت قرار شکل بگیره نوشته که اجازه اقامت دائم از چهار سال قراره به 6 سال تغییر پیدا کنه و اینکه زبان فنلاندی هم یا سوئدی هم اجباری میشه الان شما اگه بخواید اقامت اجازه اقامت دائم بگیرید نیازی نیست زبان فنلاندی و سوئدی بلد باشین و اینکه گفته توی دو ساله که حالا اون موقعی که داری درخواست تو دو سال قبلش نباید از بیمه بیکاری و اینا استفاده کرده باشیم مگر اینکه بوسه مدت زمان کوتاهی و گفته ولی میشه چهار ساله هم اجازه اقامت دائم گره با توجه به اینکه مثلا یه سری شرایط رو داشته باشید ولی مشکلش اینجاست که باز گذاشته تهش یعنی اینکه اون فرد میتونه تصمیم بگیره که که یعنی حالا کسی که نظر میخواد بده میتونه تصمیم بگیره که به شما اجازه اقامت دائم رو بدن یا نه اولی موردش گفته که حداقل درآمد سالیانه 40000 یورو باشه و بالاتر یا یعنی اینکه مدرک کارشناسی ارشد تو فلان گرفته باشی دارای سابقه کار دو ساله بدون مراجعه به بیمه بیکاری یا کمک های اجتماعی به غیر از حالا مدت زمان کوتاهی تو طول مدتی که تو با فنلاند اقامت داشته باشید و یا اینکه دارای مهارت های ویژه در زبان فنلاندی یا سوئدی باشید داشته باشید و سابقه کار سه ساله بدون توسل به بیمه بیکاری یا کمک های اجتماعی به غیر از مدت زمان بسیار کوتاهی در طول اقامت خود در فنلاند یعنی یک کدوم این شرایط داشته باشید میتونید شاید بهتون چهار ساله هم اقامت دائم دائم رو در رابطه با تابعیت میخوام خیلی سفت و سخترش بکنم اونم دلیلش فکر کنم همون گفتم یه سری ترسهایی که حالا بیشتر سمت روس ها احتمالا بهشون وارد میشه میخوان یه مقدار جدیتر این قضیه رو دنبال بکنم گفتم مدت اقامت, لازم تو فنلام به 8 سال افزایش پیدا میکنه الان 5 سال بودش البته واسه تایپ ویزای آ و اینا یه سری چیزها حالا داره یه سری جزئیات داره که بعد حتما سایت مهاجرتی رو سایت اداره مهاجرت فنلاند رو بخونید و گفته که هنگام محاسبه مدت اقامت تایید شده تنها اقامت تحت مجوز اقامت در نظر گرفته میشه یعنی فکر میکنم منظورش اینه که فقط روزهایی که فنلاند هستید رو در نظر میگیرن تعداد روزهای سپری شده در خارج از کشور که به عنوان بخش از دوره اقامت تایید میشود اونا رو کس میکنن یعنی شما اگه بیرون از فنلاند باشید اونا کس میشه سفری چیزی رفته باشه کس میشه فقط اون زمانی روزهایی که تو فنلاند بودید شمرده میشه و گفته که آزمون شهروندی آزمون زبان برای تابعیت الزامیه خواهد بود که الان هم هستش این نکته جالبه که گفته که دولت در واقع میاد اون اون فرد رو چک میکنه برای نمیدونم ارزیابی امنیت ملی میان دقیق تر چک میکنن که ببینم بگراند اون شخص به چه صورت هم قضیه که گفتن بعدش هم گفته که اگه اون فرد مثلا حالا تفره بره یا همکاری نکنه تابعیت اعطا نمیشه یعنی قشنگ دارن دست رو باز میذارن واسه اینکه بخوان انتخابی تابعیت بدن بعد گفته دولت لغو تابعیت رو در شرایط امکاپذی میکنن که شخصی با اقدام متقلبانه با ارائه اطلاعات نادرست یا با پنهان کردن شرایط مربوط تابعیت رو کسب کرده باشه نه من غیر منطقی نیست خیلی حالا یه سری مثلا اومدن چیزام بکنن اما که گفتم دقیقا اینا چون جمعیتشون منفیه یه سری اومدن میخوان کمک هزینه خانواده های دارای فرزند زیر سه سال خانواده چندفرزندی و مکمل های تک والدی افسایش می آورد. اینا مثلا اصلاحاتی هستش که میخوام به نفع خانواده ها کار کنم. بعد گفته که این اصلاحات اینجاش خیلی جالب نشان دهنده تغییر قابل توجهی در رویکرد فنلاند به مهاجرت و امنیت اجتماعی است که نشان دهنده تمرکز دولت بر تضمین یک پارچگی پایدار و سیاست های حمایت اجتماعی یعنی اومده گفته ما این کار داریم میکنیم که امنیتمون ببریم بالا. حالا این کی اعمال میشه این, این سوال بزرگه که از کی قرار این اعمال بشه ببینید خودش یه جا گفته بودش که من اگه پیداش بکنم گفته دو پیشنهاد دولت برای اصلاح قانون تابعیت تا پایان سال 2023 به مجلس ارائه خواهد شد ببینید اینم هم مثل همونه دیگه اگه فکر بکنن که زودتر بعد این چیزای عملی بشه خیلی زود میفرستن واسه تسبیب و تسبیب به اینا. من یه جا یکی دو تا ویدیو دیده بودم گفته بودن اینجا اینجوری نیست که یه شبه تصمیم بگیرن و نمیدونم فرداش اجرا به ها درسته که واقعیتی که من متوجه اینه که اگه بخوان واقعا همین کار میکنن اگه فکر کنن نیاز باشه که یه قانونی یه شبه تسبیب بشه این کار رو انجام میدن به نمیشه گفت واقعا نمیشه گفت مثلا کی قرار این اینا عملی بشه ولی چیزی که میشه فهمید اینه که تا پایان امسال این قوانین برای تصویب میره مجلس حالا اونا چقدر لفتش بدن چقدر طول بدن اون دیگه خدا داند ولی قطعا بر اساس نیازشون تصمیم گیری هاشون میتونه کند و یا تند باشه <تصفح> چیزی که کاملا میشه کرد اینه که فعلا از نظر مالی به مشکل داره میخوره و دارن سعی میکنن هزینه ها رو هر جوری هست کاهش بدن بیشترین این فشارم حالا چیزی که ما متوجه شدیم میخوام به مهاجری متاسفانه بیارم و مخالف هم زیاد داره به تو خود فنلان مثلا دانشگاه ها خیلی دارن زور میزنن که بفهمونن بهشون که آقا ما مواجه نیاز داریم ما دانشون نیاز داریم این شرط سخت بکنید خیلی ها زده میشن همین الان هم واقعا پیدا کردن کار تو فنلان واسه کسای خارجی مثل ما مثل ایرانی ها که اسممون خیلی متفاوت هستش خیلی سخته و با این کارهایی هم که اضافه بشه خب مثلا فکر کن شما 8 سال بخواید فرنام باشین خب قطعا یکی مثلا شرطی داشته باشه بخواد بره سوئد شاید سوئد انتخاب بکنه شاید آلمان رو انتخاب بکنه خب فرنام هم از نظر مهاجر واقعا به مهاجر نیاز داره به خاطر این ممکنه واسه یه دوره زمانی نظر منه ممکنه سخت بگیرن ولی بعد مدت مجبور بشن دوباره برگردن به همون روال قبلی شاید نظر من ها نمیدونم چون که میدونم فعلا از نظر جمعیتی با این روالی که داره پیش میگیره به مشکل میخوره در نهایت امیدوارم که این حالا این شرایطی که دارن سخت تر میکنم دائمی نباشه و بعد این مدت خودشون حالا اگه سخت کردن هنوز تصویب نشده این قوانین و اینا و امیدوارم که حالا بفهمن که اشتباه بوده و اینا تصویب نشه هم واسه خود فنان بده خب هم واسه هموطنان هم, هم زبانانمون این خیلی سخت میشه بعد میشه اگه ویدیو واسهتون مفید بوده حتما یادتون نره لایک کنید اگه سابسکرایب هم نکردید حتما سابسکرایب بکنید سعی میکنم ویدیوهای اینجوری بیشتر بذارم توی کانالمون و اینکه مراقب خودتون باشید تا همونا خوب باشید